بسیار خوب. صفی الله جان چقدر راجع به آبله میمون میفهمی؟ والا لالا هیچ نمیفهمم، دروغ نمیگم، میر از اول بار از پیش خودت شنیدم. راجع به آبله میمون چقدر میدونی؟ هر چه قبول بیست. خب میشه بگوی مردم مام بفهمن؟ ها بدر جا دک صلح حرامی در وطن ما شما بهم که ما شما کار کنیم. به این باره چند اقتیش یک سیاست را به فکر کنم بالا کنم. نه راجی به آبله میمون، یک آبله هست که فیلن در سطح شهر در کشورها رایج شده، در افغانستان میگن آمده، راجی به او مرض میکنم یک ویروس بوری مثل کرونا بوری، یک ویروس آمده، یک ویروس کرونا در افغانستان آمده بود که مردم ما شما بسیار حالت سخت را به عدد تقاضا کرد. اگه میاد بگذر؟ های بگذر باز یک گان جای تب میخوره به عدد به آبله میمون جوری؟ بایم چی؟ سلام علیکم هموطنان عزیز، در سطح شهر هستیم و میخواییم نظرات هموطنان ما راجع به آبله میمون بدانیم. سلام علیکم بیادر. علیکم السلام. خوب هستین؟ خوب هستی بخیر. میشه خدا معرفی کنیم؟ اسم صفی الله، ولد محمد الله. بسیار خوب. باشنده؟ باشنده کارتی چهار. بسیار خوب. راجع به آبله میمون چقدر میدونیم؟ هر چه قبول بیستم. خب میشه بگوی مردم ما بفهمم؟ اگه بدر جود صلح حرامی در وطن ما شما بهم که ما شما کار کنیم. پدر جون زیادتر جوانای ما شما در انتاری در دیگه شهید شد در پشت کارش. خب بازم خدا را شکر است که نمیجه من امروز یک 200-300 رفعه کار میکنیم، حق حلال طرف خانه میریم که مادر بیادر همونجا خوش میباشیم. سر حال است که مقدر شکر است که جان موجود است که بدر در وطن ما شما کار میکنیم. زیادتر جوانا را بدر امریکا، خارج، جرمنی دیگه کار بار نیست. بازم شکر است در حالتش کمی صدر پا پیدا کنیم. شکر میکشم حق حلال گفتد طرف خانه میریم. بازم جوانا را جور داشته باشه، سروال داشته باشه، زنده باشه، کاربار در وطن ما شما بیا که پس ما شما سروال شه بیاده در کمی جان بگیریم، پس بریم سر کار وظیفه دیگه و دیگه خود کمی جوانا بخیر باشیم. نه راجی به آبله میمون، یک آبله هست که فیلن در سطح شهر در کشورها رایج شده، در افغانستان میگن آمده، راجی به او مرض میکنم یک ویروس بوری مثل کرونا بوری، یک ویروس آمده، یک ویروس کرونا در افغانستان آمده بود که مردم ما شما بسیار حالت سخت را به عدد تقاضا کرد. همیجا که کرونا آمده بود دوره کروناش هم تیر کردیم، حالا به عدد مردم کروناست، مریض مریضی از جانجوری ناجوری است. نه من راجع به آبله میمون مثلا یک مریضی به نام آبله میمون راجع به چه قدر میکنی؟ کمتون نه مثلا مثلا آبله است از طریق حیوان به انسان سرایت میکنه، از طریق انسان سرایت میکنه؟ حیوانات دیگه زیاد از دیگه حساب همی سگای بلگرد است که نمیده در این پارک های سنوسون نگرده که اگه میاد بگذر؟ های بگذر باز یک گان جای تب میخوره با در بابلی میمون جور باید ما چی جور نمیشه باز یک گانه که سگ دیوانه است که دیگه ایش که از جور است از یک سوک پشتش میده بازی ها بچه ها اسپندی ها بدر ایره میاره ورکش میکنه سر یک کسی دیگه و دیگه در کوچه میری بدر از پیش روی سگ تیر شده کسی نمیتونه. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. سلام علیکم، خدا مریشه معرفی بکنیم. سلام علیکم بدر، اسم محمد الله است، یک تن از تکسیوانا شهر کابل است. بسیار خوب، راجع به آبله میمون شما چقدر میدونید؟ والا در این باره چند وقت پیش یک سیاست را به فکر کنم بالا کنم بازی در موتر جای میرفت در موتر من بازی در باره مازی گفت که مازو پیش ایش خبر را شما کرد بازی گفت که آبله میمون برای ما در قسم مریضی است در مملکت های خارج است دیگه بسیار خطرناک است و در چند وقت بازی در تلویزیون در باره مازی فهمیدی صحبت نکرد دیگه بازی این بسیار مدت شده دیگه در باره معلومات ندارم فکر میکنم مملکت های خارج ما دیگه جدی نگرفته فکر کنم در افغانستان بریم ان شاء الله نامده دیگه کل شما گفتین ما فکر میکنم که شما گفتین در افغانستان جام اومده دیگه معلومات زیاد ندارم مثلا دیگه چند وقت هم نگران شده بودن که مثلا کرونا در اینجا شروع نکنه در وطن ما حالا که شما گفتین یادآور شدین که یعنی در افغانستان هم یعنی مریضی اومده دیگه خب باید هم بدی وقایع کنیم باید هم بدی چیزی که وزارت صحت اومده این بارم بگه باید ما تدابیرش تدابیر لازمه بگیریم. بسیار تشکر. آیا از آلوده شدن به این آبله شما ترس حراس دارین؟ طبعا همه کی آگاه باشه
کی مریضی آمده شیوع کرده در جامعه، در وطن یا در خارج یا در خصوصا در افغانستان، خدای نخواستم بدی همه گی ترسی راز داره. بسیار تشکر. تشکر از شما. سلام علیکم دوست. سلام علیکم. میشه خود معرفی بکنین؟ صفی الله هستم، از ولایت غزنی، فعلا در کابل در ناحیه شش زندگی میکنم. بسیار خوب. صفی الله جان چقدر راجع به آبله میمون میفهمی؟ والا لالا هیچ نمیفهم، دروغ نمیگم. میره از اول بار از پیش خود شنیدم. خب یعنی قبلا راجع به این مرض هیچ نشنیدی؟ نه والا نه تا بالا چیزی نشنیدم. خدای نخواسته یک بسیار یک مرض خطرناک، بسیار یک مرض بد هست. اگر کسی بفهمی که از دوستا یا اندیوالا آلوده به این مرض شوه، حاضر هستی همراهش بازم دوست باشی، همراهش همیشه بگردی این طرف چارت رو؟ والا نه دیگه لالا، که تو بفهمی که یک مرضی بد است، مرضی یک مرضی نجس است دیگه. نه من عکسش تصویرش که دیدم بسیار یک عکس نجس بود والا دیگه، از کلی از اون نفرت میکنه، یک مرضی بسیار بد است. بسیار زیاد تشکر. شما راجع به آبله میمون چه آگاهی دارید؟ راجع به آبله میمون زیاد آگاهی ندارم، اما کمی فهم که یک ویروس جدید از افغانستان آمده، باید مردم دوباره آگاهی داشته باشه. شخصا خودم مقدار آگاهی ندارم. خب یک ویروس خطرناک، یک مرض خطرناک است. خدای نخواسته اگر کسی از دوستان شما یا از دوستان شما کسی به این ویروس آلوده شوه، یا حاضر هستی نمو هم بازم رابطه تا نمرای از دوستان حفظ بکنین؟ خب نظر به امو عواقب که دارم مثلا راجع به دو، اگر امی ویروس معلومات داشته باشیم، یعنی امو فاصله خود ما رعایت میکنیم که چی کارهایی باید انجام بدیم که به ما سرایت نکنه، امو مرحله شو باید یاد بگیریم تا یک عمل انجام بدیم در مقابلش. بسیار تشکر. تشکر از شما. سلام علیکم. سلام علیکم. میشه خود معرفی بکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صدیق قنبری هستم. دیگه فعلا خو در این پارک نشستم، یک از شهروندان کابل. بسیار زیاد خوشحال شدم قنبری صاحب. میخواستم نظرت راجع به آبله میمون بدانم که چقدر آگاهی داری از این؟ راجع به آبله میمون خود در رسانه شنیدیم که یک ویروس از کشورهای آفریقایی اولین بار در کشورهای اروپایی کشف شد، که به نظر اسپانیا بود اولین بار. بعدش فعلا تعداد زیادی از مردم ها در آمریکا گرفتار شده، که آمریکا هم تقریبا دین روز بود به نظرم که اعلام اضطراری کرد، وضعیت اضطراری برای آبله میمون. یک ویروسی است که انسان ها رو میگیره، واگیردار است، به تماس ارتباط که به دست دادن و روبوسی کردن به انسان انتقال میافه. دیگه مقدر زیاد چیزی خاصه دیگه، زی بیشتر تا بال سر چیز. مجرد است متحل؟ مجرد است. خب اگر شما در مثلا متحل می بودین و خانمتون به این ویروس آلوده می بود، آیا حاضر بودین بازم امرایش باشین؟ نه، خب منطقا اجازه را انسان نباید داخل بده، که وقتی که یا خود آدم یا طرف مقابل آدم یا همسر آدم به مرض چیز است و آغشته باشه، ازش باید دور در قرنطینه نگهداری کنه، که چون وقتی از نفر به نفر سرایت کرد در خانواده است، بعدش به فرزندان سرایت میکنه، وقتی مکتب میره اینجور دیگه جامعه مثل ویروس کرونا وری کلاگه آغشته به ویروس میشه. بسیار تشکر آقای قنبری.